در میانه بحران هسته‌ای، تنش فزاینده میان ایران و اسرائیل، اعتراضات به سند همکاری 25 ساله ایران و چین و ادامه کمپین نه به جمهوری اسلامی، با شاهزاده رضا پهلوی به گفتگو نشستیم. شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون از این فرصت که در اختیار سدی آمریکا قرار دادید. خیلی خوشحالم از این موقعیت مجدد. مدتی بود صحبت نکرده بودیم. بله. و اجازه بدید که درود خودم رو به همیانان عزیزم در داخل و خارج از کشور، علی‌رغم شرایط بسیار مشکل این روزها، همچنان عرض کنم. ممنون از شما. همونطور که اشاره کردید، ما مدتی بود صحبت نکرده بودیم و فرصت خوبی است و با حفظ فاصله گذاری اجتماعی تا قبلش هم ماسک داشتیم و میخوام با همین پرسش شروع بکنم، برای اینکه الان شرایط ناگواری است در ایران. بخش عمده از ایران دوباره وضعیت قرمز برگشته در مورد شیوع کرونا و بر اساس آماری که حتی در داخل ایران، آمار غیر رسمی که آمده، اعلام میکنن که اونچه که به عنوان آمار تلفات اعلام شده حداقل چند برابر، یعنی شاید بیش از 200,000 نفر در ایران ممکنه جانشون رو از دست داده باشن. مشکل چه هست به نظر شما در ایران که ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ اگرچه صحبت شده که این وضعیت تمام دنیا رو فرا گرفته، برای همین هم بهش گفتن همه‌گیری. ببینید، بیشتر کشورها سعی کردن در اولین وهله واکسن‌ها رو برای تمام کسانی که در صف مقدم رسیدگی، پرستار، دکتر، آتیش نشان، پلیس، اینجور افراد در تمام کشورهای جهان، اول از همه به اونها برسه که بتوانن اون وقت به بیماران یا کسانی که مبتلا به کرونا شده باشن به هر حال رسیدگی بکنن. خب این سیاست آقای خامنه‌ای در رد کردن هر نوع واکسن تثبیت شده جهانی و فقط اتکا کردن به واکسن‌های چینی و روسی، مقدار زیادی از این که اصلا امکان واکسینه شدن در ایران فراهم بشه رو از بین بردن. حتی کسانی که از روی خیرخواهی سعی کردن واکسن تهیه بکنن که به ایران فرستاده بشه، رژیم مانع رسیدن واکسن هاشون. بنابراین نباید تعجب بکنیم که در چنین وضعی این همه افراد رو از دست دادیم، من جمله پرستاران، من جمله کسانی کار امدادی میکردن. و خب مردم بدون هیچ نوع پشتوانه قطعا وضعیت بدی پیدا میکنن. یه مملکتی که امروز میگوین هر روز حدود 300 نفر در ایران به خاطر کرونا داره جونش رو از دست میده، فکر بکنم یکی از بالاترین آمارهای موجود در حال حاضر هست در سطح جهان. و این نیست که نظام فرصت این رو نداشته که بهش بپردازه، نخواسته بهش بپردازه. شما خودتون واکسن زدین؟ واکسن اولمو حدود نزدیک 3 هفته پیش زدم و نوبت بعدیم همین هفته که در پیش هست واکسن فایزر هستش که به من افتاد. البته منتظر نوبت باز می بودم. همطور که می دونید به دلایل سنی دسته‌بندی‌های مختلفی کردن و به هر حال شما امتیاز خاصی برخوردار نبودین برای اینکه واکسن زودتر بدید؟ نه خیر، امریکا کسی حرفا نداره. مثل ایران نیست که فقط به خودیا برسن و به مردم کاری نداشته باشن. وسط این نکات نباید فراموش بکنیم که همین مؤسسه فایزر در ایران لابراتوار داشت و ممکن بود که در چنین شرایطی خیلی سریع، شاید ایران یکی از اولین جاهایی بود که میتونست واکسن رو تهیه بکنه. خب اینا همش یه سری پیش بینی ها بود دیگه. ایران سابقه تولید واکسن های زیادی رو داشته. دقیقاً. و آدم واقعا افسوس میخوره که کشور ما کجا داشت میرفت و چه به چه درجاتی داشت میرسید، ولی امروز ببینید به خاطر این انزوا و به خاطر این سیاست کج رژیم و تمام تحریم هایی که باعث عملکرد نظام بوده، به هر حال کشور ما رو به وضعیتی رسیده که واقعا چنین وضع سختی رو مردم مجبورن تحمل بکنن. حدود 3,000 تا پرسش و کامنت و نظر و تعدادی فایل های صوتی فرستاده شده. من میخوام یکیش رو برای شما پخش بکنم. بهزاد هست که با شما صحبت میکنه. اعتصاب کارگری نیاز به پول داره. یک کارگر چجوری میتونه بشینه تو خونه بدون پول؟ باید بشینن. اولین کاری که میتونن بکنن اینی که یک دولت مورد اعتماد مردم تشکیل بدن که دنیای بیرون بهش اطمینان کنه، پولای بیرون رو خرج مردم بکنن تا مردم بتونن حساب کنن بشینن تو خونه. ایران داره نابود میشه.
کرونا داره بیداد میکنه، کشور نابود میشه، باید دست از اختلافاتشون بردارن و سریع دولت تشکیل بدن. فقط نباید مردم هزینه بدن، اونا هم باید هزینه بدن. خوان گوایدووار عمل بکنن، مثل ناوالنی در روسیه عمل بکنن، به فکر مردم باشن نه به فکر خودشون. فکر میکنم تمام کسانی که در این سالها حداقل بگم در اپوزیسیون برونمرزی تلاش کردن، قطعا دغدغه‌شون خودشون نبوده، برای مملکت وقت گذاشتن، برای مملکت بعضیا جونشون از دست دادن، مثل شاپور بختیار، مثل فریدون فرخزاد، مثل خیلی های دیگر. اگه میخواستن دنبال منافع خودشون باشن، خب گفتم میرفتن دنبال کار زندگیشون. اما انتظارات کجا؟ انتظارات بجا و صحیح است. من چندین سال پیش در دیداری که با بعضی نمایندگان سندیکاهای کارگری و دانشجوی فرانسوی و دیگر کشورهای اروپایی داشتم، پیشنهاد تأسیس یک صندوق کمکی مالی برای کارگران ایران داشتم که حداقل جبران هر نوع از دست دادن منبع درآمدشون به خاطر اعتصاب کردن رو بتونن لااقل ضمانت جبرانش رو داشته باشن، که بنابراین انگیزه ریسک اعتصاب کردن رو بتونن داشته باشن. حالا چرا اعتصاب؟ برای که مطمئنن یکی از راه‌های فلج کردن هر سیستمی در هر کشوری نافرمانی است، همکاری نکردن و نهایتاً اعتصاب. من فکر کنم چیزی که بیشترین ضربه رو به عنوان فلجی نهایی رژیم در کشور ایران میتونه بزنه، نهایتاً اعتصابات کارگری سراسری است. خیلی این سوال تکرار شده در بخش کامنت‌هایی که مردم دادن در همین ارتباط. خب بنابراین متا چجوری چنین صندوقی میتونه فراهم بشه؟ دنیا چجوری میتونه کمک بکنه؟ بیشتر سندیکاهای کارگری چه کمکی میتونن در حمایت از طبقه زحمتکش و کارگر ایران انجام بدن؟ اینا همش دیگه مسئله برنامه‌ریزی و طراحی و نحوه رسوندنش به داخل کشور. که چه شده که اتفاق نیفتاد مثلا؟ برای اینکه متاسفانه اکثر دنیا تا به حال همچنان پاشو گذاشته در کفش مذاکره با نظام و فشار آوردن بر مبنای بازگشتشون به میز مذاکره و تغییر رفتار. و این ایراد اساسی که همیشه به جهانیان گرفتم که شما از نظامی انتظار تغییر رفتار دارید که اصلا دی ان ای اش و موجودیتش بستگی به این عمل کردش داره. اگه دست از این کاراش برداره دیگه جمهوری اسلامی نیست، این نظام نیست. به عنوان یک ایرانی وقتی میبینید که الان کشور در یه همچین وضعیتی هست چه احساسی دارید؟ صحبت میکردن میگفتن که ایران شده بهشت جاسوس ها. بهترین روابط حسنه رو چه منطقه‌ای چه جهانی در خاورمیانه ایران داشت، حالا اسرائیل اگه حساب نکنیم، با کلیه جهان من جمله بلوک کمونیستی شوروی و چین قبل از انقلاب. همین کشورهایی که بر ایران تحریم می‌گذارن، همین کشورهایی که امروز شاید برنامه ریزی حمله نظامی به ایران می‌کنن، مسابقه با هم می‌داشتن که تکنولوژی هسته‌ای رو در اختیار ایران بگذارن. چرا؟ برای اینکه به اون نظام اعتماد داشتن، برای اینکه کار در شفافیت اجرا می‌شد، برای اینکه نفع مردم ایران و شاید منافع خودشون این وسط تامین بود. ولی از زمانی که این نظام اومده سر کار، کاری کرده که ایران به کلی منزوی بشه، بیشتر جهان بهش پشت بکنه، تمام منطقه بر علیهش بسیج بشه. در زمان پدر شما مردم دارن در زمان شما شما میدونید که غرب با غنی‌سازی ایران مشکل داشت. اون موقع هم این داستان به اشکالی ادامه پیدا کرد. نه مشکل نداشت، برای اینکه اولا ما دنبال غنی‌سازی نبودیم. یک، وقتی که اومدیم اولین پایگاه‌های اتمی بوشهر رو می‌خواستیم به هر حال بسازیم و فکر کنم نهایتاً یه شرکت آلمانی بود که اولین کنترل رو گرفت، هدفمون برق بود. ولی اون زمان بعضیا بودن در انرژی اتمی که سوال رو کرده بودن که خب پاکستان که داره بمب می‌سازه ما چیکار باید بکنیم؟ تا اونجا که خاطرم میاد پاسخ پدرم به این سوال این بود که برفرض که ما بیایم و اسلحه هسته‌ای داشته باشیم، چطور میتونیم جلوی بیش از 3600 تا موشک اتمی شوروی رو بگیریم؟ با کسی هم جنگی نداریم که بخوایم به عنوان و با ادعای امنیت و دفاعی کشوری مسئله مطرح بکنیم. و اصلا مسئله
به طور کلی اون موقع صرف نظر شده بود. البته ایران امضا کننده MPT شد به منظور اینکه بتونه اون وقت سوخت راکتورها رو تامین بکنه و حتی ما شریک بودیم در اون کنسورسیوم اتمی. بنابراین همین کشورها من جمله فرانسه که فرانسه اصل کاریش بود قطعاً، بنابراین اینجا که میگید مشکل داشتن، مشکل در دادن انرژی هسته‌ای به ایران نبود. غنی‌سازی بحث دیگری است و ایران دنبال غنی‌سازی نبود، بلکه ما راکتور سنگین نمیخواستیم بسازیم، اونم خود میدونستن دیگه. بنابراین تمام این بحث ها الان سر تقلیز و این چیزا و هدف چی هست و چرا همه شک میکنن، به خاطر این کسش که شما وقتی این رفتار رو بعد از 40 سال بارها و بارها و بارها دیدید که زیر خیلی چیزا رو زدن یا رعایت نکردن یا شفافیت کامل نشون ندادن، خب معلومه که سوال برانگیز هستش، معلومه که شک ایجاد میکنه. امروز داشتم تو راه که میومدم به یه گزارش بی بی سی ورلد سرویس گوش میکردم راجع به همین قضیه 60%، که یه متخصص میگه خب 60% یعنی در واقع شما 90% راهو طی کردید برای نزدیک شدن به باقی مونده راه برای تقلیز به 90%. یعنی چی؟ یعنی به اندازه ایجاد یک بمب، برای تهیه یک بمب. و البته بهانه‌ای که ما از نظر مسائل بهداشتی و درمانی این کارو داریم میکنیم و اله و بله و این حرفا، میگم که واقعا دغدغه رژیم به خاطر درمان بود، پس کرونا رو چرا واکسن رو جلوش رو گرفتید؟ بالاخره آدم یا دم خروس رو قبول میکنه یا قسم حضرت عباس رو، کدومشه بالاخره؟ الان بحث میکنن که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفتش که این برنامه هسته‌ای با همه هزینه هایی که داشته نمایانگر اقتدار ملیه. می‌کنی برنامه هسته‌ای ایران چه در زمان شاه چه امروز درش نشانه‌ای از اقتدار ملی می‌بینید شما؟ من دلسوز خطرات ناشی از اصولاً تکنولوژی اتمی حتی به فرم سیویلش هستم. ببینید در ژاپن آخرین زلزله‌ای که شد و البته با وجود اینکه بالاترین تکنولوژی و امنیت ضد زلزله‌ای رو داشتن، یه مشکلی بود که میتونست یه چرنوبیل دیگری در منطقه بشه. و بنابراین اصولاً وقتی میگیم ایران آیا محتاج حتی انرژی هستگی، من که اصلا کار به جنبه نظامیش ندارم و راجب این خب نظری دارم مفصل، وقت مصاحبه رو با این نمیخوام بگیرم، ولی کلا باید در نظر بگیریم که امروز که خیلی تکنولوژی های دیگری وجود هستن، انرژی خورشیدی و خیلی چیزهای دیگه که در اون زمان از نظر مالی چی میگن صرف، یعنی چیز در صرفه بود و اتمی شد ارزون ترین بعد از همین نفت و گاز بود. فلسفه پدرم این بود که نفت و گاز مواد بسیار مهمی هستن که حیفه که فقط به عنوان سوخت مصرف بشه، ارزش استراتژیک دارن. ولی اون موقع خب واسه حساب کرد ایران مملکت زلزله‌خیز، منطقه‌ای که بهش دسترسی به آب باشه و جمعیت زیاد نداشته باشه زیاد نداریم، بنابراین چند تا راکتور اتمی ممکنه ایران میتونست داشته باشه که بخش عمده ای از برق کشور رو تأمین بکنه. امروز 42 سال و 45 سال بعدش، حالا بگیم دهه اواخر دهه 60 شروع شد، لااقل 60 سال بعد یه نگاه نوینی رو ما میتونیم داشته باشیم نسبت به این تکنولوژی. من حتی اعتقاد دارم که در اون بحث امنیت ملی اتفاقا فکر می‌کنم که ایران با اون درجه عمق استراتژیکیش و انسانیش و قابلیت‌هاش یه سر و گردن از این لحاظ جلوتر از منطقه. اگه ما بیایم مبنا رو بذاریم رو انرژی هسته‌ای برای مصرف دوگانه‌اش، خب بقیه کشورها هم این کارو خواهند کرد، عربستان خواهد کرد، مصر خواهد کرد، همه خواهند کرد. و سوال اینجاست که در این منطقه‌ای که ثبات سیاسی در جایی که نمیشه گفت واقعا یه دموکراسی واقعی منطقه‌ای وجود داره، پتانسیل این که شما به عنوان یک شهروند ایران فکر کنید که شب راحت‌تر خوابتون میبره وقتی که صدها موشک در همه این کشورها احتمالاً ممکنه به سمت شما شلیک بشه، راحت‌تر خواهید خوابید یا مشکل‌تر؟ امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی از بین بردن خطر، از بین بردن بحران، از بین بردن هیجان، ایجاد امنیت. نه، اینا بیشتر بحث‌های همیشگی است که رژیم سعی کرده همیشه بگه آقا این مسئله نمیدونم یک چیز ملی است. ولی همون مردم سال‌های پیش گفتن به جای کیک زرد به ما نون و آب برسونید. واقعا همین مردمی که گفتید، کوروش پرسیده
از شما که با اینکه مخالف داشتن بمب اتم توسط جمهوری اسلامی هستم، ولی دوست دارم کشورم موقعی که در راستای منافع ملی و نه ایدئولوژیکی اداره می شود، قدرت نظامی بلا منازعی هم باشد. گذشته از اتم که محدودیت‌های خاص خودش را دارد، آیا با توسعه صنعت موشکی ایران موافقید؟ ایران به علت اینکه یکی از قوی‌ترین ارتش‌های غیر اتمی جهان در منطقه بود، شرایطی رو فراهم کرده بود که هیچ کشوری اصلا فکر اینکه به ایران تجاوز بکنن نبود. چند ماه پس از سقوط نظام پیشی و سر کار اومدن این حکومت، اولا روسیه به افغانستان وارد شد، صدام حسین به ایران حمله کرد. حالا کار ندارم به تحریک رژیم بوده یا نه، ولی کی جرأت داشت از این کارا بکنه؟ البته خب مخالفین نظام پیشین یکی از ایراداتشون این بود که ایران چرا از نظر نظامی اینقدر داره توسعه پیدا میکنه به جای که بیاد خرج کارهای دیگه بکنه. نتیجهش همین بود، نتیجهش این بود که ایران برای منطقه واقعا یک ثباتی رو فراهم کرده بود که بتونیم اون وقت از این موقعیت خودمون وضعیت اقتصادی مملکت رو روز به روز جلوتر ببریم. همین کشورهایی که امروز ایران رو تحریم میکنن، یکی پس از دیگری میومدن از ایران بازدید میکردن. همین کره جنوبی نمایندگانش رو میفرستاد ایران که ببینن ما چیکار داریم میکنیم که بلکه به ما برسن. امروز ما داریم میگیم که ایران که میتونه ژاپن دوم، حالا نگیم ژاپن، کره جنوبی دومی تو خاورمیانه باشه، خیلی بیشتر شبیه کره شمالی شده. چرا؟ سوال بس از خودمون بپرسیم. تمام اینا ربط داره به عملکرد و رفتار و نیت و تمام مسائلی که این نظام باعث شده که به جای که ما بریم در اون درجه، در اون جهت برسیم به این وضعیت. تنها حرفی هم که بلدن بزنن که مردم رو سرشون رو گرم بکنن با یه سری شعارهای پوچ توخالی، در صورتی که الان مردم میدونن که اصلا وضعیتی که در ایران به وجود آوردن، خفقانی که در ایران به وجود آوردن، از هر پناهجویی که الان گیر کرده توی یه کمپی در یونان یا در ترکیه بپرسید که چه بلایی به سرشون اومده که مجبور شدن به ترک وطن. حالا کاری به اعتیاد و خودکشی و تنفروشی و اینا هم نداشته باشیم، کرونا را نداشته باشیم، داد مردم اومده بالا. این نه تقصیر اسرائیل، نه تقصیر امریکاست، نه تقصیر عربستان، نه تقصیر چین، نه تقصیر روسیه. تقصیر فقط و فقط با جمهوری اسلامی است که در رأسش آقای خامنه‌ای نشسته که این تصمیمات رو بر مردم ایران داره میگیره. صحبت از اسرائیل کردید، قبلا هم تو مصاحبه‌های شما از این پیمان ابراهیم حمایت کردید، الان صحبت از پیمان کوروش میشه، بعضی دارن ایده رو مطرح میکنن. فکر میکنید چقدر واقع بینانه است در شرایط این تنشی که بین ایران و اسرائیل هست، در آستانه یک جنگ تمام عیارن دو تا کشور، صحبت از پیمان کوروش کردن؟ من فکر کنم این منظورشون در فردای ایران هست که نظام دیگر نیست و در اون شرایط مسلماً فکر کنم انگیزه هر ایرانی این هستش که قبل از هر چیز بتونه در رابطه متقابل و احترام متقابل و در من از واژه استقلال به مفهوم واقعی کلمه استفاده میکنم، چون این واژه هم خیلی به کار رفته، ولی خب چقدر ما واقعا مستقل شدیم؟ ادعای رژیم این بود دیگه. هیچ وقت تا حالا کشور ما اینقدر وابستگی به یک کشور خارجی نداشت که به وجود آوردن. همین داستان چین و همه دیگه دادشون رفته واسه چیه؟ به هر حال ببینید، من از یه زاویه فراتر از فقط اینکه این کارهای شده نیست یا نه، که قطعا شده نیست، ولی در اصل میخوام بگم که این قضیه جنگ سرد شده به نوعی. شما اگه بازگشت بکنید به 30-40 سال پیش که دنیایی که در بلوک کمونیستی قرار داشت، نه تمام کشورهایی که پشت اون دیوار آهنین معروف بودن، نسل امروز شاید یادش نیاد، ولی ما به اندازه کافی موهامو سفید هست که اون زمان یادمون بیاد، کشورهایی مثل رومانی، مثل مجارستان، مثل لهستان، مثل خیلی از این کشورها که میگفتن اون ور دنیا چه خبره، ما این ور دیوار کجای کار هستیم. در واقع وقتی که جوانای امروز ایران نگاه میکنن به کشورهایی که بیشترین توسعه تکنولوژی، اقتصادی و پیشرفت رو داشتن، حالا آیا به خاطر درآمد نفت بود یا نه، بحثش جداگانه، ولی واقعیت اینه که الان ببینید کدوم کشورها در منطقه خودمون با هم برنامه همکاری گذاشتن. یه زمانی بود از دبی و جای دیگه می اومدن در ایران برای خرید از فروشگاه‌های بزرگ ایران. آرزوشون بود که پاشون به تهران برسه.
الان هر تهرانی آرزو میکنه پاش به دبی برسه و ایران نمونه. تو این 40 سال ببینید دنیا چی شده ولی ما کجا رفتیم. یعنی فرصت ها از دست رفته. نسل امروز آرزو داره که برگرده به جرگه کشورهای در حال توسعه و پیشرفت و تمام اینا بر اساس روابط حسنه و دوستی و همکاری است. تا اینکه در کشورهای مثل سوریه و ایران حبس باشن برای یک جبهه مقاومت در مقابل این مسائل. یعنی هزینه‌شو نهایتاً کی می‌پردازه؟ هزینه‌شو که خامنه‌ای می‌پردازه. یه اخاذی دیگه می‌کنن، پولایی هم که دریافت می‌کنن خرج کارگرا که نمی‌کنن، که میرن تو نمی‌دونم کانادا، تو اسپانیا جای دیگه خونه سازی می‌کنن، چه می‌کنن؟ پولش هم میره تو جیب عوامل فاسد رؤسای سپاه یا دار و دسته دوروبری‌های آقای خامنه‌ای و این حرفا. دست مردم ایران که نمیاد. پس مردم ایران انقدر هوش دارن که ببینن دنیا چه خبره و به کجا داره میره، و چرا که ایران جز این مجموعه و این رابطه نباشه، تا اینکه پاشو کنه توی کفش بگه ما فقط میخوام یه انقلاب صادر بکنیم و در دنیا این خلافت خودمون رو اثبات بکنیم به هر هزینه که شده. حالا این وسط نصف مردم ایران هم از بین رفتن، جهنم. در این سالها رسانه‌های جمهوری اسلامی خیلی تلاش کردن که این حس اسرائیل ستیزی و یهودی ستیزی رو در ایران، برای شما فرقی میکنه بین یهودی ستیزی، اسرائیل ستیزی یا صهیونی ستیزی؟ اگر ما به اون درجه از رشد سیاسی اجتماعی رسیده باشیم و کاملا مفاهیم ارزش‌های نهادینه در اعلامیه جهانی حقوق بشر رو درک بکنیم، در ارتباط با آزادی‌های اندیشه و باورهای مذهبی یا غیره و خیلی مسائل از این قبیل، فکر کنم جامعه ما درک می‌کنه که اهمیت یک مبنای سکولار، یعنی تضمین کننده جدایی دین از سیاست یا دولت یا حکومت، یک فضایی رو فراهم می‌کنه که هیچ تبعیضی نه تنها به وجود نیاد، بلکه هیچ سیاستی بر مبنای تبعیض پایریزی نشه. ستیز کردن با یک جامعه‌ای، با یک فرهنگی، با یک دینی، یعنی مخالفت با اصول اساسی بشریت و حقوق انسانی هر کسی. ما در فردای ایران اگه بتونیم بگیم که هر کسی آزاد هر باوری رو داشته باشه و این مسئله به خودش مربوطه، به کسی دیگه مربوط نیست. حالا شما میخواین کلیمی باشین، زرتشتی باشین، بهایی باشین، مسلمون باشین، بیدین باشید، این حقتونه، به کسی هم مربوط نیست. آیا این بهتر نیست به خاطر منافع کشورمون؟ و اگه در مورد خودمون در درجه اول شهروندان کشور خودمون رعایت بکنیم، چه دلیلی داره اون وقت این مسئله رو در ارتباط با دیگران رعایت نکنیم؟ ما چه ستیزی داریم با دیگران؟ واقعیت این هستش که الان مثلا وقتی که شما صحبت از بحران آب رو بکنید که در کشور ما واقعا یه مسئله بسیار بغرنجی است، فقط هم محدود به ایران نیست، کل منطقه باش مواجه هستش. ظاهرا اسرائیل میتونه از این جهت کمک کنه. بهترین متخصصین رو دارن. حالا ما به جای که بیایم و بهترین کارشناسان جهانی که خیلی هاشون اسرائیلی هستن بیان کمک بکنن که این معضل آب تا دیر نشده در ایران حل بشه، دنبال این هستیم که اینا رو از صحنه دنیا محو کنیم. چرا؟ چون باهاشون ستیز داریم. چرا؟ مگه چه هیزومتری به ما فروختن؟ آرش جاسد پرسیده که مردم رو سازماندهی و مسلح کنید و از آمریکا و اسرائیل کمک بخواید. پاسختون چه؟ من متاسفانه نمیتونم هم عقیده باشم با فلسفه مبارزه خشونت محور، برای اینکه عاقبتش به جای خیلی ناجوری خواهد رسید. و حتی اگر با فرض اینکه در این راه بشه مردم رو در اون حد مسلح کرد، همچین چیزی از نظر تعداد و آمار غیر ممکنه، جمهوری اسلامی هم 10 مقابلش بیشتر میاره و 10 مقابل بیشتر سرکوب میکنه، ولی فرض محال که محال نیست. فرض میکنید که اتفاق بیفته، یعنی مبنای تغییر نظام بر اساس یک کشتار و یک وضعیتی باشه که دیگه هر آدمی باسی بره تو سوراخ قایم بشه که فردا یک دور باطل انتقام جویی و کشت و کشتار دوباره پیش میاد. من اعتقاد دارم که این نتیجه نه تنها به دموکراسی نمیرسیم، بلکه از توش یه دیکتاتوری نوع دیگرش پیش میاد. حتی به عنوان مقابله با این در داخل خود نظام ممکنه یک کودتا بشه برای جلوگیری از اون وضعیت که کار به آنارشی نکشه، و اتفاقا اون موقع به نام امنیت و حفظ نظام خیلی راحت‌تر مردم میتونن سرکوب بکنن و دنیا کمتر میتونه صداش در بیاد تا
تا اینکه نظام بیاد نوید افکاری رو بکشه که اعتراض همه رو برمی انگیزه، اون یه بحث دیگری میشه. اون ور سکه رو نگاه بکنید، من بارها این مسئله رو روش تاکید کردم و امروز هم نتایجش رو میبینیم. امروز که کار به این مرحله رسیده که فراگیر شده این خواست پایان دادن به جمهوری اسلامی در شعار بی سابقه که مردم ایران اعلان کردن، روز به روز بیشتر حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در ارتش هستن، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن، میگن ما میخوایم به مردم بپیوندیم، ما هم دیگه نمیخوایم تو این رژیم باشیم، ما هم دیگه این رژیم رو نمیخوایم، ما میخوایم به مردم ملحق بشیم و منتظر فرصتی برای این کار هستیم. اگر مردم دست به این خشونت بزنن، آیا مجبور نخواهند بود در اولین درگیریشون با همین عوامل انتظامی درگیر بشن؟ اون موقع این عوامل انتظامی مجبور نخواهند بود علی رغم خواستشون مقابله بکنن و در مقابل همین مردم وایستن؟ این یک. دو، شما فکر کنید که پس از فروپاشی یکی از اولین دغدغه‌های جامعه در اون دوران گذاری که به هر حال تمام نیروهای سیاسی باید بپردازن به مسئله تدوین قانون اساسی آینده کشور، مجلس مؤسسان که باید این رو بررسی کنه، دولت موقتی که باید مملکت رو اداره بکنه، شما فکر کنید اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ بکنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هستن دیگه، از بیرون که نمیتونیم وارد بکنیم. پس اون تفکر به نظر من تفکر غلطی است و ما احتیاجی به مقابله نظامی نداریم. همین نافرمانی مدنی میتونه جواب بده. اگر منتها سوال مردم این هستش که ما در مقابل سرکوب بی‌دفاع هستیم، خب اتفاقا اگه یه سپر محافظت میخواین، همین نیروهای انتظامی بالاخره میتونن سپر محافظتون باشن. از روز اول شاید نه، ولی اگه نداشو بدید که به ما ملحق بشید، یعنی چی؟ یعنی در واقع تأمین دارن در بعد از این نظام. یه سوالی از خودشون میپرسن که اگه این مردم به قصد انتقام بر علیه ما بلند بشن، ما جایی دیگه نداریم بریم، بلکه در فردا ایران جایی داشته باشیم. خب صورت قضیه کاملا مختلفه. بنابراین این رو باید در نظر گرفتش که اصولا مسلح کردن به نظر من راه درست نیست. حال تصمیم با خود مردم هست که چه میخوان بکنن. من فقط دارم این رو تجویز و توصیه میکنم. بحث سند همکاری 25 سالی ایران و چین برچه خیلی موضوع مهمی است برای مردم. خود شما هم اخیراً واکنش نشون دادید به اون. تصور کنید که در آینده یک حکومت آزاد در ایران، چین همچنان قدرت بزرگ دنیا خواهد بود و چنین توافق‌هایی ممکنه ادامه پیدا بکنه و پکن فشار بیاره که نمیخواد این توافق علنی بشه به خاطر توافق‌های دیگری که با کشورهای همسایه داره. چه خواهید کرد یا چه باید کرد در چنین شرایطی در یک حکومت دموکراتیکی که تحت فشار از سوی چین قرار بگیره؟ ببینید، یه جایی هست که شما دارید میگید که در آینده تعامل با جهانیان بر مبنای چه قراردادهایی است که منصفانه باشه و متقابلاً بتونه منافع طرفین رو تأمین بکنه. من فکر می‌کنم مردم ایران در اصل مخالف قرارداد گذاشتن با هر کشوری باشن، به شرطی که این قرارداد یه قرارداد درست باشه، ترکمنچای نباشه، شفاف باشه، بدونن چه خبره. یکی از مشکلات اصلی این قرارداد این هستش که اصلا معلوم نیست چه چیزی پشت پرده با هم دیگه قرار گذاشتن، چه چیزی رو معاوضه کردن. و در ندانستنش، هر کسی که حالا میخواد وکیل مجلس امروز باشه در ایران یا عضوی از دستگاه یا دولت باشه یا هر کسی دیگری بخواد مهر و امضاشو پاشه همچین قرار داده نامعلوم و مشکوک و عدم ناشفاف بذاره، از دید من یه خیانت به منافع ملی کشوره و سلام نامتام. و مردم حق دارن معترض باشن. ببینیم قرارداد چی میگه، ببینیم کجاش به نفع ایرانه، کجاش این وسط مملکت تاراج نشده. نه تنها حال بلکه در آینده هم همینطور. مردم حق دارن بدونن چه خبره، دولتشون چه قراردادی رو با کی میبنده، چرا بسته، مزایاش چیه و راجبش بحث بکنن. این دیگه امر بسیار طبیعی است و این کاری نیست که دولت بخواد مشخصا انجام بده. اعتقاد دارید که بعد طریق مجلس و من تعجب میکنم که به جای که دولت کشورمون در جهت توجیه مواضع خودش نسبت به قرارداد باشه، بیشتر نگران توجیه کردن مواضع اون یکی دولت هست در مقابل مواضعش. یه سر این مسئله بوداره نیست؟
اتفاقا یکی از کاربرا پرسیده میم میم گفته در مورد قرارداد ترکمنچای چین و دریای خزر چه برنامه داره؟ چون میدونید برشک در مورد تقسیم رژیم حقوقی دریای خزر هم روسیه داره فشار میاره. باعث تأسفه که وقتی که این مسئله اتفاق افتاد بعضی از نمایندگان خود اون کشورهای به اصطلاح ساحل دار با دریای خزر تعجب کرده بودن از عقب نشینی موضع ایران. حتی فرض میکردن که ایران میگه که آقا ما قرارداد با روسیه و شوروی داشتیم، نصف خزر مال ما بود، حالا بقیه‌اش رو بین خودتون تقسیم بکنید. حالا یه ده میگن قوانین بین‌المللی طوری است که در اثر این باعث برگردید به یک چیزی که بحث حقوقی ما باعث این باشه که پیشینه یه قرارداد قبلی آیا عوض میشه وقتی که جغرافیا عوض میشه. این یه بحث کاملا تکنیکیست و حقوقی است، من اظهار نظر تخصصی نمی‌کنم، ولی بدترین فرمش رو بگیریم ایران حداقل باز 20%ش رو می‌داشت، نه 12.5%. این هم باز امتیاز دادن و بول دادن از موضع ضعف. تمام این ضعیف کشی ها به خاطر ضعف نظام، نه قدرت نظام. وقتی در جلسه 8 مارس شما گفتید که به عنوان یک دموکرات نمیتوانم توجیه کنم مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به مفهوم سمبولیک آن موروثی باشد، باید یک مبنای انتخابی داشته باشد، حرف تازه میزدید یا این حرف قبلا گفته بودید؟ ببین من نظر شخصیمو در زمانی که به جایی که رو فرضیات پیش بریم رو انتخاب نهایی که هممون باز بکنیم من جمله خود من خواهیم داشت. آنچه که همیشه گفتم این بوده. محتوای نظام باز محتوای دموکراتیک باشه. فرم نهاییش رو مردم ایران باز راجبش صحبت بکنن. و تنها توصیه که دارم میکنم چه برای طرفداران سامانه جمهوری، چه برای طرفداران سامانه پادشاهی، این هستش که لابلای تمام تلاشا بهترین مدلی که پیشنهاد میدن رو ارائه بدن. چرا؟ چون من فکر کنم نبایستی اشتباه 42 سال پیش باز دوباره در کشور ما رخ بده. یعنی ندانسته به یه آلترناتیو رای بدیم که اصلا نمیدونیم از چه جنسیه، چه شکلیه، چه قیافه‌ای داره. رفراندوم به اصطلاح رفراندوم جمهوری اسلامی در رد نظام پیشین به نفع خودش کوچکترین توضیحی در این که اصلا جمهوری اسلامی یعنی چی؟ کسی فکر اون زمان رو نکرده بود. اپوزیسیون سابق مقابل نظام پیشی میگفت فعلا شاه بره بعد ببینیم چی میشه. خب نتیجه شدیم. ما امروز بنابراین اینم از من قبلا شنیدین باز دوباره تکرار میکنم، نمیتونیم فقط بگیم که حالا خامنه‌ای و دار دستش برن بعد ببینیم چی میشه. نه، باید بدونیم به چه میخوایم برسیم، چگونه میرسیم، بهترین فرمول ها چیه. من امیدوار هستم فردا که مجلس مؤسسان و نمایندگان منتخب مردم برای تعیین این سرنوشت مشغول کار کردن رو طرح قانون اساسی و برنامه و پیشنهاد هستند، این فقط پشت درهای بسته نباشه، جلسات مجلس به شکل زنده پخش بشه، مردم ایران روز به روز این پیشرفت کار رو بدونن، رسانه ها راجبش صحبت کنن، تو محیط های دانشگاهی صحبتش بشه، تو تمام نهادهای مدنی بحثش بشه. چون این رو واقعا به عنوان یک مسئولیت مشترک ملی باید به گردن بگیریم. یک فرصت طلایی است، یک فرصت طلایی است که بنایی که کشور ما رو تا خاکستر کرده این نظام عملا، ما یه فرصت تاریخی داریم که این بار پایه رو درست بریزیم و ایران قرن 21 با ایران 100 سال پیش عهد مشروطیت فرق داره. مردم عوض شدن، شرایط دنیا عوض شده، بنابراین ما بس بر وفق شرایط روز خودمون پیش به سوی آینده بریم. نظرات متفاوتی از منم نظرات خودم رو دارم، ولی اصولاً در یک بحث دموکراتیک من فکر میکنم که مبنا بایستی نهایتاً خواست و انتخاب و گزینه مردم باشه، اگر ما اعتقاد به مردم سالاری داریم. حالا بقیه جزئیات رو باز متخصصین بحثش رو بکنن. این نظر شخصی من هست، ولی به هیچ عنوان تحمیل نمیکنم. آخر سر مردم حق انتخاب دارن، همونطور که من خواهم داشت. خب صحبت های فرهاد رو بشنویم که در همین ارتباط با شما صحبت کرده و سوال کرده. شما چرا در حساس ترین زمان ممکن و در زمانی که هیچ آلترناتیو جدی در خارج داخل کشور شکل نگرفته و خطری جمهوری اسلامی رو به هیچ عنوان تهدید نمی‌کنه، تنها از آلترناتیو میشه گفت تقریبا جدی که داشت شکل میگیره و اکثر نسل جوان در ایران داشتن بهش
روی می آوردن، اون هم پادشاهی و سلطنت، روی برگردوندی. چرا در بدترین شرایط اعلام کردی که جمهوری رو تشکیل ترجیح میدی و یه جورایی آب سرد ریختی روی شروع شوق هواداران خودت در خارج و داخل، و به خصوص در داخل کشور که بسیاری از جوانان داشتن به ایشون نزدیک میشدن به پاس خدمات پدر و پدر بزرگ ایشون؟ دو نکته در ارتباط با مسئله موروثی بودن، من واقعا یه مشکل دارم و گفتم که اگه مشکل به نوعی برطرف بشه، خب اون وقت تفاوتی قائل نخواهم بود. این یک. دو، انتظار نهادینه در این سوال همچنان به نظر میاد که فرد محوری همچنان جزوی از فرهنگ سیاسی ما هست تا سیستم محور شدن. من دنبال سیستم محور شدن کشورمون هستن که نهادها و نه افراد مهم هستن. حال بگیریم که فردی این وسط نامی، نفوذی، چیزی داره، منکر اون نیستم، ولی اینکه این رو به عنوان قبل از اینکه برسیم به شرایط آزاد شدن مملکت به بحث بکشیم یه بحث زودرسی است. من تنها تعهدی که از روزی که کار سیاسیم رو آغاز کردم و تنها مأموریتی که برای خودم قائل بودم، کمک کردن به نجات پیدا کردن کشور هست و تحویل دادن مملکت به دست نمایندگان منتخب مردم برای تعیین سرنوشت خودشون. و همیشه گفتم، بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم که مأموریت ملی و سیاسی هم برای کشورم اون روزی به پایان میرسه که مردم برن پای اون صندوق رأی برای انتخاب نهاییشون در تعیین نظام آینده. از اون روز به بعدش هم کار ندارم فعلا چه خواهد شد. تنها مأموریت و تنها توجه من به اون هستش و این تعهد من همچنان پابرجاست. منتها در پیمان نوین گفتم این مسئله به گردن چند نفر به تنهایی یا یه نفر به تنهایی نیست، یه مسئولیت مشترکه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید که تمام بار و تمام مسئولیت فقط به گردن یه نفر باشه، به خصوص در شرایطی که یه نفری که اینقدر بهش تاکید میکنید اصلا در داخل مملکت نیست که بتونه کاری بکنه. من اعتقاد دارم که هدف ما نه تنها فراهم خواهد شد به خاطر اینکه تمام این رهبری ها و مدیریت میانه از داخل همین مردم در خواهد اومد، بلکه روندی که در مملکت پیش میره تصادفی نبوده که این همه کمپین های اعتراضی و چیز در مملکت پیش اومده. من در این مورد دخیل نبودم، خود این مردم بودم، برنامه گذاشتن، از مال باختگان بگیرید، از کارگرها بگیرید، از کارگران هفت تپه بگیرید، از هر جایی که در ایران دیدید تکونی خوردن، امروز هم در بخش وسیع ترش این رهبری هستش، مدیریتش به دست همین جامعه خواهد اومد. ما هم کمک خواهیم کرد، ما هم پشتیبانی خواهیم کرد. من به سهم خودم رایزنی های بین المللی رو ادامه خواهم داد. اپوزیسیون در حمایت از مردم درون کشور دست به کار داره میشه، خیلی بیشتر دارن با هم همکاری میکنن در این جهت، طرحهای مشترک و پروژه های مشترک رو، و همه قبول کردن که میزان و وزنکشی و فقط و فقط تعیین کننده صندوق رأی هستش در این فضای باز و آزاد سیاسی که هنوز نداریم که باید بهش برسیم. تقدم اولیه من فقط و فقط این هست در حال حاضر. بعد میشینیم همه بحث میکنیم، صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم، و بنابراین حالا یه عده شاید این برداشت رو کردن که انگار من ول کردم. نه، من ول نکردم، من فقط دارم میگم آینده بحث دیگریست. ما الان بایستی اول از شرط جمهوری اسلامی خلاص بشیم، حکومت رو برگردونیم به خود مردم، حاکمیت رو برگردونیم به خود مردم، و این بار مردم با چشم باز، با دید باز، با درک کامل از گزینه‌های ممکن دموکراتیک که در مقابلشون هست، آخر سر بیان با رأی اکثریت بهترین گزینه رو انتخاب بکنن. بس، سلام نامه تمام. محمد پرسیده اگر در فردای ایران مردم شما رو به عنوان شاه انتخاب کنن، شما چه واکنشی خواهید؟ ببینید، من باز میگم سوال اگرها رو نمیتونم پاسخ. سوالی که مردم پرسیده. بله، منم میتونم بگم اگه فردا آفتاب در نمیاد چه خواهید کرد؟ خب در نیاد که مردیم.
خب این در شک سابقه وجود داره، برای اینکه البته قصد مقایسه ندارم، ولی آقای خمینی هم به سری حرفای زد بعد که رفت، این مردم این بدبینی رو دارن که اون حرفی که الان گفته میشه در آینده، این که انتظار دارن شاید شما. به همین دلیله که من این حرفا رو میزنم، به همین دلیله که میگم که من خیلی ترجیح میدم از تجربه‌ای که دارم، نه در بخش قهری حکومت و دولت، بلکه در بخش جامعه و تقویت نهادهای مدنی و حقرسی و رسیدگی و ایجاد این فرهنگ، تجربیات این 40 سال خودم رو در زندگی در جامعه آزاد رو به کار بگیرم. وگرنه برفرض یک مقام سمبولیک هم به من بدید، من خوش باشه نشستم تو کاخ سعدآباد، سالی یه بارم میاد مجلس رو افتتاح میکنم، نطق افتتاحی هم نخست وزیر میذاره جلو میگه اینو بخون، ولی از خودم نتونم نظر بدم، از خودم نتونم ارائه نظر بکنم، این نقشی نیست که به نظر من بیشترین فایده رو داشته باشه از دید من برای مملکت. میتونیم بحثش رو بکنیم، من دارم فقط نظر خودم رو میگم. بشینید فکر بکنید که آیا واقعا ما اگه همچنان محتاج چنین سامانه‌ای هستیم، به چه شکلی میتونیم این سامانه رو اونجا بگذاریم که تاثیرگذار باشه. این رو بسی مردم انتخاب بکنن و بنویسن طرحش رو. برای همین گفتم بیان پیشنهاد بدید. من انگیزم اگر در فردای ایران همچنان در وضعیتی بودم که توان داشته باشم، قصد اصلیم با مردم بودنه، کنار مردم بودنه، دوشادوش مردم بودنه، صداشون بودنه در مقابل عملکرد دولت مردان و تصمیم گیران. اگرم جایی کارشون رو درست انجام ندادن، بتونم از طرف مردم مچشون رو بگیرم. آقا این مسئله رعایت نشده یا اون مسئله رسیدگی نشده. شما رئیس جمهور نمیخواید بشید. این ور نرده به قول معروف دستم کاملا بازه و هیچ نوع سانسور بر خودم نخواهد بود. من این همه تلاش نکردم به مملکتمون به آزادی برسه که خود من اولین به اصطلاح عامل از دست دادن این آزادی بیان و عقیده‌ام باشم. و مشکل میبینم که یک کسی رو در یه موقعیتی بذارید که بخواد یه نقش سمبولیک داشته باشه، بتونه اظهار نظری بکنه که ممکنه منتقد برنامه یه دولت خاصی باشه که در اون وقت میشه دخالت در امر دولت. اگر هم میگی نه اتفاقا باید دخالت بکنه، اون موقع میگم مبنا بنابراین باید مبنا انتخاب باشه، چون هر کسی که در اون مملکت بخواد یک وظیفه اجرایی یا تصمیم گیری داشته باشه در قالب نظام دموکراتیک، نمیتونه غیر از یک اساس انتخاب شده بودنش باشه. یه بحثیست که باید متخصصین بکنن. من میگم بازی نظر شخصی خودم هست، حالا یه ده ممکنه قبول کنن یه ده نکنن، ولی نهایتا ضمانت در کجاست؟ ضمانت در جاییست که جامعه بدونه که هیچ کسی این وسط نمیتونه صحنه سازی بکنه، دروغ بگه، تظاهر بکنه، فردا بتونن مچشو بگیرن، نذارن قدرت در یک جا متمرکز بشه، نذارن در یک جا یه عده بتونن قبضه بکنن. در تمام کشورهای دموکراتیک شما سیستم به اصطلاح چکس اند بالانس دارید، جدا بودن نهادهای مقننه و اجرایی و قضایی کشور. چرا؟ برای اینکه نمیتونین غیر از این جلوی تمرکز قدرت رو در یه بخشش بگیرید. این تازه فقط در بخش ساختار حکومتی است. بر همین میگم ما در یک کشوری باستی جامعه مدنیمون رو بسیار تقویت بکنیم، باستی بتونیم اون فرهنگ سازی رو به وجود بیاریم. شما برید تو یک گوشه کنار مملکت بگید که یه زنی که بهش یا تجاوز جنسی شده یا تحت فشاره یا به هر حال میخواد از خونش در بره یا به زور میخوان شوهرش بدن یا هرچی، اگه ندونه حق خودش چیه، فرقی نداره تو قانون چی نوشتین، اگه خودش ندونه حقش چیه، چجور بخواد بره بگیره، بر مبنای کدوم درکی بره بگیره. اینجاست که دارم میگم این فقط کافی نیست که دولت سالم داشته باشین، این فقط کافی نیست که نهادهای دولتی و حکومتی سر جاش باشن. جامعه اگه ندونه، اگه آگاهی نداشته باشه، اگه آموزش نبینه، ما هرگز نخواهیم تونست این مرحله رو طی بکنیم. این دغدغه اصلی من، این زیربناهاست. دغدغه اصلی من این مسئله، نه اداره بروز امور دولت در مملکت. اون کار یه سری متخصصین و افرادی که مسلماً ایران کم نداره اگه فرصت پیدا بکنن، که مدیریت بلدن، تمام کارا رو میتونن انجام بدن. من شخصاً دغدغه شخصی من نیست، من دارم دغدغه شخصیمو به نفع ملت خودم برای شما دارم توضیح میدم. این جور چیزاست به کمک خیلی‌ها که تمام این سال‌ها دستشون بسته بود،
کسی به حرفشون توجه نمیکرد. کسانی که دلسوز مملکت هستند، نگران محیط زیستمون هستند، نگران بحران آب هستند، نگران وضع بهداشتی هستند. میدونن مالباختگان رو شاید بشه چه کار کرد، میدونن صندوق بازنشستگی رو چجوری میشه پر کرد و خیلی مسائل دیگه. در مورد این نقش آموزشیتون به هر شکل میدونم قطعا صحبت کردید که میخواید مردم رو مطلع بکنید از قوانین، از خیلی از چالشایی که وجود داره و این رو قشنگ توضیح دادید. من دو سه تا سوال دارم چون وقتمون خیلی محدود هست، میخوام اگه محبت کنیم برای اینکه این ابهام وجود داره و اگه توضیح بدید فکر میکنم خیلی از این ابهام ها رفع خواهد شد. و یکی اینی که وقتی صحبت از پادشاهی انتخابی میکنید، این به عنوان ایده هایی که شما مطرح میکنید، من دارم میگم که اینها قوانین خواهد بود، پیشنهادهای پروژه های است، تئوری هایی است که دارید در واقع به عنوان باور شخصی تو مطرح میکنید. این پادشاهی انتخابی در ذهن شما مادام العمر خواهد بود؟ ببینید، من باز میگم این دیگه واگذار میکنم به متخصصین، برای اینکه به هر حال اگر در اون مدل پیش بریم، حالا مبنای تعیین کردن و گزینه چی باشه اون یه بحثی است، ولی خود طرف مربوطه باسی این نقش رو بتونه بپذیره و حاضر به ایفا کردنش باشه. تعهد عمری بستن به یه چیزی به نظر من انتظار شاید بیش از حد باشه. طرف مقابل هم باز فرض بکنیم، فرض هم باز بکنیم خب یه ده نشستن گفتن یه کسی رو انتخاب بکنیم، خب طرف هم باز دو طرف معادله رو باز در نظر گیره. البته برگردم به اون سوال قبلی، یه عده این ایراد رو به من گرفتن که شما چرا اومدین وسط این وضعیت یه همچین بحرانی رو پیش آوردید. من میگم قصد من ایجاد بحران نبود، ولی فکر کنم یه بحث بسیار لازم و ضروری است که بایستی بین خودمون برای جامعه داشته باشیم برای تعیین آیندهمون. باز میگم نگاهمون فقط به این نیست که نظام رو بذاریم کنار، نگاهمون این هستش که به چی باید برسیم. وانگهی ترجیح میدم بحران رو قبل از فروپاشی داشته باشیم و مقدار زیادی راجبش فکر کرده باشیم که موقع بعد از فروش باشی لااقل یه سری ایده ها و نقشه راه ها رو داشته باشیم تا اینکه این نظام فروپاشی بشه، بعد تازه اون موقع دوچار خیلی بحران های دیگه بشیم که خیلی در مقابل وضعیت رو تقلا خواهد کرد، چه برای دولت موقت چه برای کسانی که تو مجلس مؤسسان قراره این تصمیمات رو بگیرن. چرا از همکنون؟ چون ما نمیدونیم این دوره تا فروپاشی چقدر طول بکشه، ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه 6 سال باشه، قابل پیش بینی نیست، ولی خیلی چیزها را از حالا میشه پیش بینی کرد. یه قدم فراتر برم براتون. ببینید، این حرفی است که من بارها توصیه کردم به هممیهنانمون. کار ندارم حالا جمهوری خواهن یا مشروطه خواهن چی. میگم ما تمام این کارها رو واسه چی داریم میکنیم؟ بر فردای رفراندوم و تعیین نوع نظام، برای عادی شدن وضعیت کشورمون با اون دموکراسی نوینی که امیدوارم به دست بده بیاریم، آیا نهایتاً مبنا در مشارکت مردم در حکومت خودشون، مگه انتخابات نیست برای انتخاب نمایندگان فرض کنید مجلس، و یا رقابت‌های حزبی برای انتخابات در تعیین رئیس دولت، مگه این نیست؟ تمام دنیا اینه دیگه، حالا چه ژاپن و سوئد و نروژش باشه، چه آلمان و فرانسه و امریکاش. یعنی چی؟ یعنی آخر سر اگه جامعه متکی نتونه باشه به احزاب سیاسی که بتونن پلتفرم‌های خودشون رو در برنامه‌هایی که برای مملکت میخوان اجرا بکنن رو داشته باشن، باز دوباره از قافله عقبیم. یعنی همه این زحماتی که داریم میکشیم به هدر رفته است، چون تنها چیزی که در آینده تعیین کننده شکلگیری یک دولت هستش، نتیجه انتخابات هست در رقابت‌های احزاب با هم. بنابراین بخشی از کار هم از حالا پیشبینی پلتفرم‌های حزبی است. حالا مثلا فرض کنید سوسیال دموکرات‌های ایران میتونن برن در جهت به وجود آوردن یه حزب سوسیالیست در ایران کار بکنن، لیبرال دموکرات‌ها همینطور، حالا ممکنه حزب واسطه داشته باشید، سبزها هستن، خیلی ها دیگر. من نمیدونم، ایران به هر حال مسلماً به احتمال خیلی قوی مملکت چند حزبی خواهد بود با یکی دو حزب کلیدی اصلی، یکی در جناح چپ یکی در جناح راست. خب طبیعی هم هست، دنیا هم اکثر جاها اینجوریه. سوال پیش میاد برای جامعه واقعا با این اختلاف طبقاتی که به وجود اومده، وضعیت معیشتی، پیش بینی من این هستش که در اون یکی دو دهه اول به احتمال خیلی قوی
یه حزب بیشتر با برنامه های به صلاح عدالت اجتماعی و سوسیالیستی احتمالاً بیشتر رای خواهد آورد، به خاطر اینکه این واقعا دغدغه اصلی مملکت است. شاید هم که نه، بنابراین بهتره در این مورد فکر بکنن، برنامه بریزن. قسمت لیبرال دموکراتش هم همینطور، چون یه روزی بالاخره ما باید انتخابات بین احزاب رو برگزار بکنیم، وگرنه فایده نداره همه کاری که داریم میکنیم. من دارم دعوت میکنم هممیهنان رو به اینکه یه فکر عمیق‌تری بکنن که در فردای این انتخاب نهایی که شکل نظام هم تعیین کردیم، بعدش میخوایم چیکار بکنیم. با اجازه بدی من میخوام این فرصت اندکی داریم، میخوام هم به بحث کمپین نو جمهوری اسلامی و هم انتخابات بپردازیم. و دو تا نظر هست که فرستادن، یکی کاوه است و بعد محسن، با هم بشنویم ببینیم بعد پاسخ شما رو. چرا یه دولت منسجم اپوزیسیون در خارج کشور تشکیل نمیدن؟ چون به نظر من این دولت شاید بتونه باعث اتحاد بیشتر اپوزیسیون بشه، باعث اتحاد بیشتر مردم ایران در جهت مخالفی و براندازی جمهوری اسلامی بشه و همچنین بتونه دولت‌های دیگر رو مثلا با خودش همراه کنه، دولت‌های مختلف دنیا رو. هیچ نهضتی در هیچ جای دنیا بدون داشتن رهبر پیروز نمیشه. درخواستی که من از شاهزاده رضا پهلوی دارم اینه که رهبری نهضت مردمی بر ضد حکومت دینی ولایت فقیه رو به دست بگیرن تا مردم ایران رو آزاد کنن، تا ایران رو آزاد کنن و همه بر سرنوشت خودشون مسلط بشن. این برشک مجموعی نمونه ایست از مجموعی اون چه که مردم مطرح میکنن. اگه لطف کنید پاسخ بدیم، من میخواستم این رو هم در واقع در پایان مصاحبه بتونیم بهش بپردازیم. اینکه انتخابات 1400 پیش رو هستش و طبیعتاً شما روز تحریمی هستید، توضیح بدید برای مردم در این شرایط فعلی رأی ندادن در این انتخابات پیش رو به چه معنیه و چگونه میشه تصور کرد که یک رفراندوم، برای اینکه این بحث مطرح شد، چگونه میشه در ایران یک رفراندوم آزاد برگزار کرد زیر نظر سازمان ملل؟ ببینید، بخش اول بحث ساده ای نیست که من بتونم در عرض 2 دقیقه یه پاسخ کافی داده باشم، ولی در ابتدا فرض موجود در این سوال این هست که برفرض که دولتی تشکیل بشه، حالا چگونه تشکیل بشه، بر مبنای کدوم انتخاب، بر مبنای کدوم مشروعیت، بر مبنای کدوم توافق که خودش کلی بحث انگیز و اتفاقا درگیری ایجاد خواهد کرد و محاله که همچین اتحادی رو به وجود بیاره. فرض این هستش که دولت‌های خارجی چنین دولتی رو به رسمیت خواهند شناخت. خب اگر چنین دولت‌هایی نیان یه چنین مجموعی رو به رسمیت بشناسن که فایده‌اش چیه؟ و صدی 95 باهاتون شرط می‌بندم که علی‌رغم اینکه دنیا می‌دونه جمهوری اسلامی وضعش خرابه، طبق قواعد بین‌المللی نمی‌تونن به شکل دفاکتو نظام جمهوری اسلامی رو به عنوان حکومت رسمی ایران نشناسن. مردم ایران میتونن بگن ما نمیشناسیم، ولی مردم ایران نمیتونن از دنیا توقع داشته باشن که بیان یه دولتی که معلوم نیست چجوری انتخاب شده اون رو بیان به رسمیت بشناسن. پس راهش الزاماً اون نیست. راهش منتها این هست که در همین کمپین نب جمهوری اسلامی که الان میبینیم از گوشه و کنار مملکت و دلیل این که بی سابقه بوده و اینقدر پشتیبانی داشته، یک این هستش که از درون ایران برآمده و هیچ کسی صاحب مشخصش نیست. اگه بود مسلم بدونید که سر همون قضیه دعوا بود که باز دوباره پرچم کیه که باز زیرش بریم یا نریم، و همین برنامه 40 ساله‌ای که دلیل عدم پیشرفت در کار بوده. من فکر کنم آنچه که باز تقویت بکنیم قدم بعد از این نب جمهوری اسلامی نیست، یعنی تمام کمپین‌های مشتق از این جهتگیری اولیه که امروز حتی اصلاح طلبان دیروز هم دارن صحبت از بایکات انتخابات میکنن، در جهت تقویت گزینه‌هایی که مردم پشتیبانش میتونن باشن در درون این هسته های مبارزه و نمایندگی مردم و مدیریت میانه باز روز روز شکل بگیره. البته میدونم مردم میگن ما سرکوب میشیم، حالا خب ابتدای کار مجبوری است که فوری علنی بشید، اونجاست که بخش برون مرزی میتونه به کمکتون برسه و از طرف شما در سطح جهان رایزنی بکنه. ولی از طرف شما
یعنی هدف این هستش که اپوزیسیون در درون ایران تشکیل میشه، نه اپوزیسیون فانتزی جمهوری اسلامی که میگه اپوزیسیون در میان خودمون هست، اون هنها دیگه رنگی نداره. و اما در مورد مسئله انتخابات، اولا من اسمش رو فکر کنم بذاریم انتخابات، یک توهین به خرد یک ملت و اصولا به انتخابات دموکراتیک. کجای این نظام اصلا انتخابات واقعی دموکراتیک برگزار کرده که بخواد ادعاش رو بکنه؟ یک. دو، بله متاسفانه هستن درصدی که مجبور هستن به خاطر شغل و کارشون رای بدن علی رغم خواستشون، ولی اکثریت جامعه که این امکان رو داره که در عمل نشون بده که جمهوری اسلامی بدونه که اینا بهش رای نمیدن، بدونن که رای ندادنشون این معنا رو خواهد داشت که رو ما حساب نکنید. حالا در نتیجه انتخابات هر آماری رو میخواین طبق معمول الکی بدین بیرون، خوش باشید با این آمارتون، ولی ما زیر بارش نمیریم. از این لحاظ که فکر میکنم امروز جامعه میتونه خودش رو در یک دستر بسیار وسیع‌تر از سابق پیدا بکنه و اینجاست که این یک صدایی اثرگذاره، اینجاست که جلب توجه دنیا رو داره میکنه، اینجاست که یک روز بعد از دیگری نمایندگان متعددی از کشورهای مختلف اروپایی و امیدوارم به سواحل امریکا هم سرایت بکنه بگن که بابا این ملت داره داد میزنه، ما اینا رو نمیخوان، چه برسه بخوایم در انتخاباتشون شرکت بکنیم، گول این صحنه سازیاشون رو نخوریم، گول این حرفای همیشگیشون که یک کسی رو در زمان خودش میفرستن برای به اصطلاح عرشبت که گفتگو تمدن‌ها. خیلی وقت پیش شروع شده بود، خاتمی که اختراعش نکرده بود، یا همین بامبولایی که سر همه این جریانات پیش اومده. مردم ایران امروز میگن دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. یعنی چی؟ یعنی میدونن که خامنه‌ایه که مسئول بدبختی است و تحریم‌ها. دولت امریکا هم امیدوارم بفهمه که در رابطه با برجام این بار نیاییم باز دوباره کاری بکنید که همه ما زیر سوال برده بودیم که حقوق بشر چی میشه، این پولایی که به دست رژیم میرسه چه خواهد شد، مسلما خرج ایران نشد، باز دوباره شما میخواییم بیاییم به زور یک چیزی که در حال مردن هستش رو زنده بکنید که چی؟ مردم ایران بهره ازش ببرن، خودتون ازش بهره ببرین که نخواهیم برد. بنابراین اینجاست که همگی ما، چه مردمی که در درون کشور هستن، چه ماهایی که در خارج داریم فعالیت میکنیم، بگیم آلترناتیو رو مردم ایران دارن تعیین میکنن، نیازی به تشکیل یک دولت در خارج نیست. اپوزیسیون برون مرزی حمایتش رو از اپوزیسیون داخل مرز خواهد کرد، ما بایستی آلترناتیو رو در داخل ایران تقویت بکنیم، چون دنیای آلترناتیو درون کشوری رو خیلی جدیتر خواهد گرفت تا یه آلترناتیوی که بخواد در بیرون شکل بگیره و بعد به قول معروف بخوایم وارد به ایران بکنیم. مبنای همکاری بین اپوزیسیون برون مرزی و داخلی برای این مبنا فقط میتونه باشه که اگر در حالت کنونی به خاطر سرکوب شدید نظام خیلی افراد به شکل زودرس نمیتونن نمایان بشن، ولی این دلیل نمیشه که با هم دیگه برنامه‌ریزی نکنن، همدیگر رو شناسایی نکنن، آماده باشن که به محض فروپاشی نظام فوری وارد صحنه کار بشن. ما هم از این ور حمایت خواهیم کرد. این رابطه رو به فرم عملی شبانه روز مشغول برنامه ریزی و ارتباطش هستیم و داریم این کار رو میکنیم. البته نمیتونیم بیایم به شکل علنی جزئیاتش رو فاش بکنیم که از یه طرف دستگاه اطلاعات امنیتی نظام با خبر بشه و بیشتر بخوان نفوذ بکنن، یا به قول معروف ارتش سایبریشون بیان جعبسازی بکنن و تخریب بکنن و شلوغش بکنن طبق معمول. این بازی رو همه یاد گرفتیم در این مدت. و در آن واحد تقویت بکنه دست مبارزین واقعی رو در داخل و خارج از کشور. این وضعیتش که در حال حاضر داریم و امیدواریم که دنیا بالاخره متوجه بشه که الان صحبت از میلیون‌ها ایرانی رو داریم می‌کنیم که از نظر بالقوه صد مقابل از در مقابل رژیم تواناییشون نهایت بیشتره و رو اینها باز بیان شما شرط بندی بکنید، نه روی اسب شلی که دیگه آخرای خطشه. این یه محاسبه است که دنیا باز بکنه. و همینطور که من بارها و بارها به همیهنانم و به دنیا گوش زد کردم، ما به هیچ عنوان نمیتونیم به هیچ چیزی به غیر از خودمون متکی باشیم و تنها حرفمون به جهانیان این هستش که شما اگه در این موقعیت از ما مردم ایران حمایت بکنید، هزینه تغییر برای ما و به آزادی رسیدن برای ما به مراتب کمتر خواهد بود تا بدون کمک شما. ولی ما این راه رو به هر حال طی خواهیم کرد، چه بخواین چه نخواین. فقط آماده باشید که فردا جواب ما رو بدید که کدوم ور قضیه قرار داشتید، سازش با جمهوری اسلامی
یا پشتیبانی از مردم آزادی خواه ایران. شهرزاد رضا پهلوی، خیلی ممنون از این فرصت. سپاس از شما. این صدای آمریکاست.